برخواستن ماده شیر لیزا بیور فصل ششم رسالت یکسان هر بار که زنی را آزاد می کنی مردی را آزاد کرده ایم مارگارت مید در دنیای شیرها هیچ گونه اختلال و اختشاش جنسیتی وجود ندارد شیرهای نر تلاشی برای ماده بودن نمی کنند و شیرهای ماده نیز تلاشی برای نر بودن نمی کنند هیچ یک از آنها رقابت یا تقلیدی از نقش دیگری نمی کنند. هر دو در قالب خود احساس آسودگی می کنند و نقاط قوت منحصر به فرد خود را جشن می گیرند. در گله علاوه بر شیرهای نر و ماده، شیرهای نر و ماده آلفا یا رهبر نیز وجود دارد که نقش آنها به خصوص در هنگام تغذیه و خوردن غذا واضح تر می شود. شیرها تنها گربه سانانی هستند که بین جنس نر و مادهشان تفاوت قابل توجه و چشمگیری وجود دارد. اصطلاحی که برای توصیف این تنوع به کار برده می شود تفاوت جنسیتی است. شیرهای نر در اطراف گردنشان دارای یک یال بزرگ می باشند که صورت آنها را مانند قابی در خود جای داده است. این یال شیر نر را متمایز و نقش او را به عنوان رهبر گله مشخص می کند و چهره پروباحتی به شیر در دشت آفریقا می دهد. عدم وجود یال در شیرهای ماده با آنها رنگ یک پارچه می دهد که می توانند بدون مشاهده شدن برای شکار خود کمین کنند. شیرهای ماده بدون وزن اضافه یال می توانند مسافت طولانی تری به تعقیب شکار بپردازند. شیرهای نر و ماده سالم میدانند که به یکدیگر نیازمند می باشند و هرگز آرزوی زیستن بدون دیگری را نمی کنند. در دنیای آنها نیروی هر کدام به اندازه دیگری دارای اهمیت است. شیرهای نر محافظت می کنند، شیرهای ماده مهیا می کنند. این تعادل حیاتی به معنای زندگی و سلامتی است. شیرهای قوی آلفا هرگز نمیخواهند اقدامی بدون کمک شریک قدرتمند ماده خود انجام دهند. در دنیای شیرها، شیرهای نر برای گردآوری شیرهای ماده و دسترسی به قلم رو آنها می جنگند. چرا این گونه است؟ شیر ماده نه شیر نر منطقه را کنترل می کند. شیر نری که رهبری گله را بر عهده دارد هر دو یا سه سال تغییر می کند اما شیرهای ماده باقی می ماند. شیر نر آلفا می داند که اگر بخواهد در اوج بماند نه وجود داشته باشد باید قدرت خود را به ماده شیر نشان دهد. او برای داشتن بچه هایی که بتوانند گله را حفظ کنند به کمک ماده شیری قوی نیاز دارد. او ماده شیرهای ضعیف و منفعل را دور خود جمع نمی کند به این امید که آنها را به زور تسلیم کند. او به دنبال ماده شیرهای کارآمد می گردد. شیر نر ماده شیرهایی را میپذیرد که مهارتشان اثبات شده و توانایی شکار کردن و تربیت طوله ها را دارند و نیز می توانند قلم رو آنها را گسترش دهند. شیرهای نر به دنبال آنهایی می گردند که بتوانند قدرت خود را نشان دهند. بدین ترتیب آنها میفهمند که این شیرهای ماده فراهم کنندگان خوبی برای غذا هستند و نیز می توانند مادران خوبی برای آموزش بچه هایشان باشند. شیرهای نر مسئول تربیت توله ها نیستند. شیرهای ماده قوی و سالم تمایل بیشتری به باروری دارند که این امر به شیرهای نر شانس جفتگیری و تولید توله های قوی تر را می دهد. شیرهای ماده در صورتی که بدانند به خوبی نمی توانند برای توله های خود غذا فراهم کنند یا به خوبی توسط شیرهای نر محافظت نمی شوند، اقدام به تولید مثل نمی کنند. به همین دلیل آنها شیرهای نر آلفا را که قوی تر هستند به شیرهای نر ضعیف ترجیح می دهند. شیر یا شیرهای نر رهبر که معمولا چندین شیر نر برادر می باشند باید این حق را داشته باشند که از آزوغ قدرت و غذایی که ماده شیر برای گله فراهم می کند لذت ببرند. این امتیاز به واسطه یک نمایش قدرت میان گروه شیرهای نر به دست می آید. این جنگ زمانی پایان می آبد که شیر ضعیفتر توسط شیر قویتر فراری داده شود. گاهی اوقات شیر نر آلفا رقیب خود را میکشد. اگر شیر ضعیف در زنده بماند تبعید شده و مجبور به ترک قلم رو می شود که به معنای از دست دادن حق شکار است. او می تواند از آنجا رفته و به دنبال ماده شیرهای دیگری بگردد یا به لاشخاری تن از پیدا کند. شیرهای ماده در جایگاه تماشاچی به مشاهده می نشینند. آنها می که قویترین شیر پدر فرزندانشان شود و از آنها در مقابل حملات و ها محافظت کند. شیرهای ماده به درگیر کردن شیرهای نر به مبارزه با یکدیگر شهرت دارند تا مطمئن شوند که چه کسی قوی تر است. سپس برنده را انتخاب می کنند. شیر نر با برنده شدن در قلم رو خود شایستگی خود را به اثبات می رساند. مشخص کردن شیر برنده وفاداری ماده شیر را به همراه دارد. ممکن است دیگر شیرهای نر باقی مانده در گله رانده شوند. اگرچه ممکن است شیر نر آلفا دوستان خود را رها کند اما به هیچ وجه ماده ها را رها نمی کند. نه فقط به این دلیل که آنها را برای تولید مس میخواهد بلکه به این خاطر که آنها غذا فراهم میکنند شیر نری که قوی تر و قدرتمندتر باشد و بتواند توجه ماده شیرها را به خود جلب کند سلطان با شکوه حیوانات است زمانی که افراد پیرامون شما میدانند که تمام سعیتان را برای حفاظت از آنها انجام می دهید، دیگر نیازی به نشان دادن تسلط خود ندارید. شیر نر امنیت را برای ماده شیرها و بچه های خود فراهم می کند. تنها آنانی که از قدرت خود مطمئن نیستند سعی می کنند بر دیگران تسلط داشته باشند. شیر نر قدرتمند برای نمایش قدرت خود نیازی به تعدی کردن به شیرهای ماده ندارد. چه چی چیزی را باید ثابت کند؟ او برنده است. چه کسی از او برتر است؟ همچنان که پادشاه ما شیر یهودا گری نمی کند چرا که خود از جایگاهی بلند مرتبه برخوردار است. رسالت یکسان شیر نر ماد شیر را به استراحت در سایه حمایت خود دعوت می کند و ماد شیر نیز او را برای خوردن غذایی که آورده دعوت می کند. او از زندگی ماده شیر محافظت می کند و ماده شیر نیز در مقابل به او یادگاری و میراست می دهد. لحظه ای به کلمه تسلیم بیاندیشید. چه چیزی را به ذهنتان می‌آورد؟ احتمالاً افسوسیان فصل 5 آیه 22 را به یاد می‌آورید که در رابطه با اطاعت زنان از شوهران خود است. جالب است که بسیاری از مسیحیان از اینای استفاده کرده و معانی مختلفی برای این کلمه ایجاد کرده‌اند. من باور دارم که کلمه تسلیم از آن چیزی که نیت و منظور خداوند بوده است تحریف شده است. بسیاری از زنان مسیحی بر این باورند که ارزش اصلی آنها در تواناییشان برای خدمت به مردان نهفته است. آنها پی نبردن که خدمت کردن یعنی صحبت کردن در کلیسا با احترام نظرات خود را بیان کردن و یا پذیرفتن مسئولیت رهبری تعریفی از لغت تسلیم شنیدم که آن را هم تراز که خداوند برای تمام مسیحیان در نظر گرفته نه فقط زوجها قرار میداد پیشوند ساب به معنی زیر و مشن به معنی وظیفه و مأموریت است اگر این دو را کنار هم قرار دهیم می توانیم این گونه نتیجه گیری کنیم که ساب مشن به معنی تحت یک ماموریت است من و جان شخصا داره یک ماموریت مشابه هستیم ما متحد شده ایم که فرزندانی پاک دامن تربیت کنیم و ازدواجی سالم و با نشاد داشته باشیم در حوزه کلیسا نیز وظیفه ما حمایت از شبان و تقویت افراد است اما به این مسئله فکر کنید آیا ما سفیران آشتی خداوند نیستیم؟ آیه زیر وظیفه ما را به عنوان سفیران مرد و زن خداوند بیان می کند. دوم قرنتیان فصل 5 آیات 19 الی 20 می‌فرماید به دیگر سخن خدا در مسیح جهان را با خداشتی می‌داد و گناهان مردم را به حسابشان نمیگذاشت و پیام آشتی را به ما سپرد پس سفیران مسیح هستیم به گونه‌ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می‌خواند ما از جانب مسیح از شما استدا می کنیم که با خدا آشتی کنید. خلاصه کلام زمانی که ما با محبت با یکدیگر رفتار می کنیم آنها پی میبرند که عیسی مسیح ما حقیقی است. این باید هدف مشترک همه مردان و زنان ام از مجرد یا متحل رهبر یا پیرو باشد. نیروی حبود به پایان رسیده است و بخشش خداوند هدیه رایگان برای همه است. دیگر نیازی به سرزنش و احساس تقصیر نیست چرا که قربانی او همه ما را پاک و بیعیب کرده است. خداوند از همه ما مرد و زن می به دیگران بگوییم که او در حال انجام چه کاری است. اما ما به جای آن مشغول این هستیم که به یکدیگر بگوییم ما چه کاری می توانیم انجام دهیم و چه کاری را نمی توانیم. او میخواهد ما به کمک یکدیگر و به عنوان افراد تأثیر گذار مردان و زنان را تشویق کنیم که به کشمکش های خود پایان دهند. هرچه که می خواهد باشد و به کار خداوند بپردازد. این مسئله یعنی حل کشمکش باید در تمام بخشهای روابط انسانی و تعاملات اعمال شود و فقط شامل جنسیت نمی شود. بلکه نژاد اقتصاد، اجتماع، خانواده و کلیسا را نیز در بر می گیرد. او آشتی را برای همه ما می خواهد. دوم قرنتیان فصل پنج آیات هفده اله هشده می فرماید. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت هان همه چیز تازه شده است اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است کسی به معنای هر کس است هر مرد و زن و کودکی که در مسیح باشد از نو متولد شده است زندگی کهنه از بین می رود. فعل تازه شدن که در آیه بالا آمده فعلیست به معنای به سرعت رشد کردن انتخاب این کلمه بسیار جالب است زیرا قارچ به صورت تصاعدی رشد می کند آنها در جایی که چیزی به جز تباهی و خرابی وجود ندارد به سرعت رشد می کنند و تکثیر می شود. زندگی جدید ما در مسیح چیزی بیشتر از مفهوم جایگزینی نیست این زندگی در درون خود تکسیر شود و در دسترس همگان است. شیرهای نر و ماده پیش از این رابطهشان را با یکدیگر برقرار کردند. شیرهای ماده می‌دانند که آنها نیز مانند شیرهای نر دارای ماموریتی هستند. اما ماموریت آنها چیست؟ ماموریت آنها این است که نسلی از شیرهای قدرتمند را به وجود آورند. برای رسیدن به این هدف آنها بر محافظت می و برای جوانترها غذا فراهم می شیرهای نر و ماده هر دو نقشی در این مأموریت دارند و هیچ یک نقش دیگری را به زور نمیگیرد. من نظم طبیعی میان دو بینهایت متضاد را دیدم. در یک سر این طیف زنان تحت عنوان مأموریت سرکوب شدند و در سوی دیگر برخی از زنان زنانگیشان را تا سطح الوهیت ارتقا دادن که در ادامه کمی بیشتر راجع به این موضوع بحث می کنیم. ابتدا می مثالی از تحریف مأموریت بیان کنم. توییتر احتمالا درباره توییتر که نوعی ارتباط الکترونیکی است شنیده اید. شاید حتی بارها با دیگران توییت کرده اید. توییت کردن روشی مناسب برای رد و بدل کردن موضوعات کوتاه و مختصر است. ابزاری است که به بهترین شکل پنجره های نوینی را بر روی زندگی و اندیشه های می گوشاید. روزی بر روی توییتر مطلبی را از بخشی از کتابم به عنوان مبارزه به سبک زنانه به اشتراک گذاشتم. نقل قولی از یک رهبر بود. جنسیت به تنهایی نمیتواند یک مرد را برای رهبری واجد شرایط و یک زن را رد صلاحیت کند. آنچه هر دو را واجد شرایط می کند پاک است. توجه داشته باشید که من این را به رهبری کلیسا یا ازدواج محدود نکرده بودم. بلکه فقط تایید کرده بودم که پاکدامنی برای صلاحیت رهبری چه زن و چه مرد ضروری است. آن را روی توییتر که به صفحه فیسبوکم لینک بود گذاشتم و مشغول کارهای روزانه هم شدم. فکر نمی کردم چیزی که گفتم تا این حد بحث برانگیز باشد. من فکر می کردم این یک امر مسلم است. تصور نمی کردم به دنبال این سخن چه مشاجره اتفاق خواهد افتاد. وقتی بیش از تا پاسخ دریافت کردم، پی بردم که به نکته مهمی اشاره کردم. هنگامی که من مشغول فعالیت روزانه بودم مشاجره در فیسبوک شکل گرفته بود. تعداد کمی از زنان مسیحی خشمگین شده بودند. زنی نوشته بود چطور جرأت می کنید بگویید اگر یک زن تصور کند که پاک دامنتر است می تواند شوهر خود را رهبری کند؟ آیا این چیزی است که من گفتم؟ دیگران مرا متهم به اهانت به کتاب مقدس کردند که می گفت فقط یک مرد می تواند رهبر کلیسا باشد آیا من به بزرگان کلیسا اشاره کرده بودم؟ سپس بحثی در رابطه با رهبریت به طور کلی شکل گرفت. تعدادی از زنان برای کاربران فیسبوک توضیح داده بودند که یک زن هرگز برای رهبری در نظر گرفته نشده است. یک دختر جوان صادق که به دنبال روشن شدن موضوع بود، سؤالی را مطرح کرد. آیا شما میگویید همسر یک شبانه ارشد رهبر نیست؟ پاسخ این بود: نه او رهبر نیست. او افتخار حمایت از شوهر خود را دارد. دیگر گیت شده بودم. همانطور که نظرات رد و بدل می شد، گفتگو به بحثی در رابطه با فرمان برداری تبدیل شد. برخی استدلال می کردن که من یک رهبر بودم و برخی دیگر می گفتن نه، صرفا به این دلیل که یک زن بودم. در نهایت تخفیفی برای من قائل شدند و رهبری مرا در سایه رهبری همسرم پذیرفتند چرا که من مطیع او بودم بیایید در اینجا تحمل کرده و با یکدیگر دلیل و منطق بیاوریم چرا هر وقت بحث جنسیت مطرح می شود به نظر می رسد برای به من جلاب کشاندن موضوع اطاعت زنان از مردان است اگر من رهبر هستم به این خاطر است که خداوند مرا این گناه فریده است به بیان ساده تر رهبران کسانی هستند که مردم از آنها پیروی می کنند. برخی از ما چه بخواهیم چه نخواهیم رهبر هستیم. خداوند توسط مثالی به ما کمک می کند تا همگی بتوانیم به توانیم رهبر باشیم. برای حل این سردرگمی بیایید به وظایف یک رهبر که پولس برای تیموتاوس برشمرد نگاهی بیاندازیم. اول تیموتاوس فصل 3 آیات 2 الی 10 می از این رو ناظر کلیسا باید به دور از ملامت شوهر وفادار تنها یک زن معتدل خیشتندار آبرومند مهمان نواز و قادر به تعلیم باشد نه یا خشن بلکه ملایم و نه ستیز یا پول دوست نیز باید از عهده اداره خانواده خیش نیک براید و فرزندانش را چنان تربیت کند که با احترام کامل اطاعتش کند. زیرا اگر کسی نداند چگونه خانواده خیش را اداره کند، چگونه میتواند کلیسای خدا را مراقبت نماید؟ و نویمان نیز نباشد مبادا مغرور گردد و به محکومیت ابلیس دچار شود و باید در میان مردمان بیرون نیز نیکنام باشد تا به رسوایی ادام ابلیس گرفتار نیاید همچنین خادمان کلیسا باید با وقار باشند نه درو یا میخاره و یا در پی منافع نامشروع باید راز ایمان را با وجدانی پاک پاس بدارند و باید نخست آزموده شوند و اگر بری از ملامت یافت شدن در مقام خادم کلیسا خدمت کنند در آیات بالا پولس به توصیف برخی از ویژگی های یک رهبر مرد میپردازد و در ادامه میگوید گوید اول تیموتائوس فصل 3 آیات 11 الی 13 میفرماید به همین سان همسرانشان نیز باید وفادار باشند و نه غیبتگو بلکه معتدل و در خور اعتماد در همه چیز هر خادم باید شوهر وفادار تنها یک زن باشد و نیز باید از عهده اداره فرزندان و خانواده خیش نیک برآید خادمانی که نیکو خدمت کرده باشند به مرتبه والا خواهند رسید و در ایمان خود به مسیح عیسی از شهامتی عظیم برخوردار خواهند شد اگر جنسیت زنان به تنهایی عاملی برای عدم صلاحیتشان است چرا پولس لیستی از مشخصه های رهبری برای زنان را نام میبرد زمانی که من و جان به دنبال استخدام شخصی در مینیستری خود بودیم لیستی از شرایط لازم را اعلام کردیم اگر متقاضیان فاقد شرایط لازم بودند آنها را استخدام نمی کردیم. در این حالت جنسیت آنها مرد یا زن بودن اهمیتی نداشت پولس نگفت اگر رهبر مرد نبود به او اعتماد نکنید او گفت اگر مرد یا زن از مشخصه های لازم برخوردار نبودند آنها را منصوب نکنید تاکید پولس بر ویژگی و صلاحیت افراد بود پولس گفت هیچ استثنایی برای زنان وجود ندارد آنها باید از استانداردهای یکسانی برخوردار باشند شاید بپرسید که چرا مسئولیت ارشد بودن برای مردانی است که تنها یک همسر دارند خب بدهی است که زنان در آن واحد تنها یک همسر دارند پس این رهنمود منحصر به مردان است در اول تیموتائوس فصل 3 آیات 11 الی 13 پولس به تیموتائوس درباره صلاحیت یک زن برای رهبری تعالیمی داد و سپس برای زنان خادم یا شماس بودن در کلیسا را نقص کرد چگونه متوجه این مسئله شدم؟ بیایید آیات یک و دو را بخوانیم تا جزیاتی را که برای رهبری مردان گفته شده دریابیم. اول تیموتاوس فصل سه آیات یک الا دو می فرماید. این سخنی است در خور اعتماد که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کلیسا باشد در پی شغلی است. از این رو ناظر کلیسا باید به دور از ملامت شوهر وفادار تنها یک زن معتدل، خیشتندار، آبرومند، مهمان نواز و قادر به تعلیم باشد. به لغت کسی توجه کنید. در English Standard Version نیز هر کسی آورده شده و در ترجمه New Living نیز عبارت کسی آمده است. چرا این گونه است که زنان می توانند در هر جایی رهبر باشند به جز کلیسا؟ اگر خداوند قبل و بعد از سقوط انسان با دادن قدرت به زنان مشکلی نداشت چرا اکنون پس از رستگاری ما در دادن قدرت به آنها محتاط هستیم در جایی از فیسبوک بحث میان زنان آنقدر شدت گرفته بود که مردی وارد بحث شد و پرسید چرا شما زنان لحی خودتان بحث می کنید؟ ما به مشارکت شما نیاز داریم اما شما یکدیگر را از این کار باز می دارید. حقیقت عظیمی در آنچه او گفت وجود داشت ما معمولا یکدیگر را متوقف یا کوچک میکنیم به جای آنکه یکدیگر را به خاطر مسیح تشویق و حمایت کنیم ما آنچنان درگیر تضاد و تقابل هستیم که به جای ایفای نقش در جایگاه یک زن و یک مسیحی به موجوداتی بیخاصیت بدل ایم. این مسئله غیرمنتظره در یک شبکه اجتماعی به من یادآوری کرد که مسئله جنسیت نه تنها در خانواده بلکه در کلیسا نیز باید حل شود. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم نیازمند آن است که قلب واقعی خداوند و تمایلات اصلی او را در تمام جنبه های زندگی و رهبری پسران و دختران خداوند ببیند. تبعیز جنسیتی دوست دارم فکر کنم که دیگر نیازی به مقابله با نگرش های تبعیز جنسیتی در کلیسای آمریکا نیست. بله، من عمدن روی کشور خودم انگشت میگذارم زیرا در طول سفرهایم که فرصت آشنایی با دیدگاه های مختلف را پیدا کردم متوجه شدم که مسئله عدم مشارکت زنان در دیگر نقاط جهان وجود ندارد در برخی از ملت ها اگر مشارکت زنان نبود کلیسای هم وجود نمی داشت اول تیموتائوس فصل چهار آیات چهار الی پنج می زیرا هر آنچه خدا آفریده است نیکوست و هیچ چیز را نباید رد کرد. هرگاه با شوق گذاری پذیرفته شود چرا که به وسیله کلام خدا و دعا تقدیس می گردد. اگر هر چیزی را که خداوند خلق کرده خوب و در خور پذیرش و قدر نیست پس چقدر مردم بیشتری باید این مسئله را پذیرا باشند. مردان و زنان هر دو خوب و نیکو هستند. اگر چیزی توسط خداوند آفریده شده پس نباید آن را مسخره کنیم یا دور بیاندازیم. تمسخر کردن به معنای خار شمردن، تحقیر کردن و نیشخند زدن است. تمامی این کارها سبب بیارزش شدن شخص یا چیزی می شود و نقش و مشارکت آنها را کم رنگ می کند. کلمه دور انداختن کاملا گویاست و نیازی به توضیح ندارد. اما اجازه بدهید در اینجا به نکته ظریفی اشاره کنیم. این فعل مانند افعال بالا انداختن و پرت کردن می تواند معنای متفاوت گیج کننده و پیچیده ای داشته باشد. با اضافه کردن پسفند اوت معنای آن به رد کردن و از قبول چیزی کسی امتناع ورزیدن تغییر پیدا می کند. از این ناراحتم که این درست همان چیزی است که به طور مکرر برای زنان در کلیسا رخ می دهد. آنها بدون هیچ گونه خوش آمدی کنار گذاشته میشوند. بدین ترتیب ارزش و نقش آنها از بین می رود. هر دو جنس زن و مرد تحت عنوان سرسپردگی این مسئله را می پذیرند. در نتیجه هم مردان و هم زنان از این نادیده گرفتن ارزش ها رنج می برند. بدهی است که مردان موقعیت رهبری بیشتری را در مقایسه با زنان در کلیسا کسب می کنند. اما گاهی اوقات آنها به دلیل فقدان بینش زنان فلج و ناتوان میشوند. اما آیا ما از مردان سپاس گذاریم؟ آیا آنها را همان گونه که خداوند میبیند بیند می بینیم به شکلی خوب یا رفتار آنها را مسخره می کنیم؟ من درباره خندیدن با یکدیگر صحبت نمی کنم. این غیر ممکن است که در شور و شعف دیگران نخندیم. حیات ما خود بیانگر حس رضایت خداوند است. من در اینجا درباره به تمسخر گرفتن جنسیت ها و کم ارزش کردن آنها هشدار می دهم. شرط می بندم این مسئله بیش از آنچه که فکر کنید اتفاق می صنعت سرگرمی ما به طور معمول به مردان و زنان سکسی بی احترامی می کنن. اجازه داده ایم که نگرش تبعیض جنسیتی ما را به جایی ببرد که در آن زنان نسبت به مردان احساس تنفر می کنن. خوب خب از اینجا به کجا می توانیم برویم؟ متاسفانه در واکنش به این موضوع برخی زنان در یک مسیر افراطی هولناک پیش رفتهاند. الوهیت زنانه زمانی که این کتاب را می نوشتم به طور اتفاقی در سایت آمازون متوجه عنوان دو کتاب شدم که کنار یکی از کتاب های قبلی هم بود. هر دو توسط مدافعان الهیات الوهیت زنانه نوشته شده بود. اعتقاد به خدایان زن یا خود اله پنداری نجوای خداوند را شنیدم. کتاب را بخرید و ببینید که چگونه صدای آنها را از دست داده ایم. همانطور که صفحات را ورق می زدم و مطالب و سوالات را می خاندم. غم و اندوه و دلشکستگی آنها را حس کردم. دو زن قدرتمند و با که عمیقا از کلیسا زخم خورده و نامید شده بودند. دلم میخواست برای از دست دادن این افراد با گریه کنم. چرا آنها احساس کردند که چارهای به جز پرستش الهه در خارج از خانه خدا ندارند؟ آیا سوالاتشان خیلی زیرکانه بود یا به این مسئله اشاره می کرد که آنها وضع موجود را به چالش کشیدند؟ آیا هوش بالای آنها سبب ترساندن رهبران کلیسا شده بود؟ آیا عقیده آنها تنها به دلیل تعریف اقرارآمیز از واژه فرمان برداری یا به سبب تزلزل مفهوم بازخرید مسیح در کلیسا سرکوب شده بود؟ بیشک این زنان با سوالات خود مردان و زنان را به وحشت انداخته بودند. شاید شما هرگز جستجو و نامیدی آنها را تجربه نکرده باشید. اما من قطعا آن را تجربه کردم. میدانم که تنها نیستم. ایمیل نامه و سوالات زیادی با این مضمون دریافت می کنم که دوباره برایم بگویید که چرا من به عنوان دختر خداوند دارای ارزش هستم. در زیر گزیده ای از کتاب رقص دختر مرتد اثر سو مانکید را می خانیم. به گفته خود او وی پنجره ای را به سوی تجربه های مشترک یک دختر کلیسای انجیلی باز می کند. او گفت زن نخستین کسی بود که گناه کرد و دومین کسی بود که آفریده شد. در ادامه او به صحبت درباره حوا می پردازد که چگونه او برای منفعت مرد آفریده شد و اینکه چگونه با نافرمانی از خدا و پیشنهاد چیدن میوه ممنوع به آدم ارزش خود را از دست داد. دلم گرفت. اگر می توانستم احساساتم را با کلمات بیان کنم به خدا می گفتم خدایا چگونه توانستی؟ نویسنده در ادامه توضیح می دهد که چی شرایط سختی داشته تا درک خودش را از خدا با دیدگاه کلیسا فقف دهد. من با این مسئله موافق هستم. خداوند هرگز چنین جنبندی نامید کنند و عجولانه ای را در مورد هیچ یک از ما چه مرد و چه زن انجام نمی دهد. اگر بگوییم زنان هیچ فرصتی برای رهبری ندارند تنها به این دلیل که حوا و دخترانش به سادگی فریب خوردن پس باید از آدم و پسرانش نیز انتقاد کنیم او یعنی آدم آگاهانه گناه کرد و به اعتماد خداوند خیانت نمود تفاوت گناه آدم و حوا مانند تفاوت میان گناه نفسانی و قتل عمد است هوا دچار بد فهمی و فریب شده بود اما آدم به خوبی میدانست که قضیه است چه قرار است رومیان فصل دو آیه دوازده میفرماید همه ی کسانی که بدون شریعت گناه می بدون شریعت نیز حلاک خواهند شد و همه ی کسانی که زیر شریعت مرتکب گناه می شوند بنابر موازین شریعت داوری خواهند شد این چه جهان مذهبی است که برای خودمان طراحی کرده ایم وقتی یک زن باهوش و در جستجوی حقیقت نمیتواند پاسخی از این ماجرا پیدا کند اگر ما برای یافتن پاسخ اقدامی نکنیم هنگامی که دخترانمان مبادرت به پرسیدن چنین سوالاتی مینمایند چه اتفاقی رخ میدهد اگر ما به این کار ادامه دهیم خداوند به مردان کمک می کند. اگر صدای زنان خاموش شود مردان رشد سالمی نخواهند داشت و قوی نخواهند شد آنها با عقیده های ما رشد می کنند زیرا چالشی که سوالات دختران خداوند ایجاد می کند به منظور بالا بردن مردان و آزاد کردن است اگر فضا برای رشد زنان فراهم شود دیدگاه های آنها باعث شکگیری درست شخصیت مردان و اصلاح آنها می شود همانطور که مشغول خواندن مقالات نویسندگان فلسفه الوهیت زنانه بودم چیزی که مرا قافل گیر کرد یک پرسش نبود بلکه پاسخهای پوچی بود که قلبم را در هم شکست احساس می کنم دریایی از اشک زنان ما را از هم جدا می آنها را در ساحل دوری می بینم و ناراحت می این زنان خود را مرتدان و الهه ها میخانند. اما من ترجیح می دهم آنها را دوست و دختران خداوند بلند مرتبه بنامم. اتهامات آنها هنوز با صدای بلند در گوشم زنگ میزند. زیرا من در شکایت آنها حقیقت بیشتری را در مقایسه با پاسخی که به آنها داده شده بود یافتم. در صفحاتی که حاوی مطالب تند و تیزی بود، داستانهای غمانگیز زیادی خواندم. زنی شهادت میداد که بارها شاهد بوده زنان آمریکایی به خاطر به دنیا آوردن دختر از شوهرانشان عذرخواهی میکردند. به عنوان مادر چهار پسر می توانم بگویم چنین نگرشی غیر قابل فهم است. من از دیدن همسرانی که عاشق زنان هستند لذت می برم. هرچند همسرم تولد هر یک از پسران من را جشن گرفت اما امیدوار بود که دختری داشته باشیم. وقتی این داستانها را برایش تعریف کردم متعجب شد. اگر دختری را به زندگیمان میآوردیم می توانستیم محبت و اشتیاقمان را به او بیان کنیم. این دختران هیچ پاسخ ارزش یا فضایی برای مشارکت در دین پیدا نکردند. بنابراین قلم روی خارج از آنچه به عنوان استبداد مرد سالارانه دیده بودند برای پرستش بنا کردند. آنها در جنگل ها و سواحل به سوی آنچه که قلم رو مهربانتر و آرامتر ملکه آسمانی دریافته بودند حرکت کردند. من از اینکه ما هم باید مسیر آنها را دنبال کنیم طرفداری نمی کنم. من نه ملکه آنها و نه پادشاه خشمگین مذهب را انتخاب نمی کنم. بلکه خالقمان خداوند علایلین را انتخاب می کنم. جستجو برای هدفی الهی به این دعوت نامیدانه ماریان ویلیامسون رهبر الوهیت زنانه در کتابش تحت عنوان ارزش یک زن گوش دهید وقتی میگویم برو با مریم مقدس حرف بزن منظورم این است که برو و با مریم مقدس حرف بزن به کلیسا برو شم روشن کن روی نیمکت بنشین و در این مورد جدی باش به او بگو مریم مقدس میخواهم بدانم من به عنوان یک همسر یا دوست دختر یا مادر یا دختر چه کسی هستم. آرزو دارم زنی باشم که شایستگی بندگی را داشته باشد. میخواهم خلوص باکی و روشنفکری تو را داشته باشم. ممکن است جوهر زنانگی هم درخشنده تر از خود خارجیم باشد. اینکه عبادت کنی یا بخواهی زنی باشی که شایستگی بندگی را دارد اشتباه نیست. مسئله این است که او چه کسی را برای پرستش پیشنهاد می کند. در ادامه، ویلیامسون به کسانی که با کلیسای کاتولیک راحت نیستند راه کار می دهد. اگر با مریم مقدس احساس راحتی نمی کنید، مشکلی نیست. یک الهه یونانی یا الهه هندی یا هر نمادی دیگری که دارای الوهیت زنانه است پیدا کرده و با او ارتباط برقرار کنید. برقراری ارتباط با او وی پس از این پیشنهاد فورا دلیل خشمش را بیان می کند. دنیای کنونی استفاده محدودی از زنانگی دارد. شما به عنوان یک جنس ضعیف و وسیلهی برای سکس در نظر گرفته شده اید. وجود شما چندان ضروری نیست به جز برای به دنیا آوردن فرزند. جوانیتان وسیله است برای ارزیابی ارزش شما و سالخوردگیتان به عنوان مقیاسی برای بیارزشی شما. برای امرار معاش یا شناسایی هویت خود به عنوان یک زن به دنیا نگاه نکنید زیرا آنها را در آنجا نخواهید یافت دنیا شما را خار می شمارد اما خداوند به شما عشق می ورزد. خیلی خوشحالم که او مطلبش را با ایمان بر اینکه خداوند عاشق شماست به پایان برد. در مورد درد و رنج او هیچ شکی نیست. او به دنبال یک ارتباط واقعی الوهیت زنانه است. تا جایی که یک الهه یونانی را پیشنهاد می کند. با این امید که با توسل به تصویر الهی قدرت و زیبایی زنانگی را تا باورد. او آنچرا که با نامیدی در رابطه من از دست داده دوباره پس خواهد گرفت. دعا می کنم او حقیقتی را که جستجو می کند بیابد. به عنوان کسی که قبلا کاتولیک بوده پیشنهاد او را درک می کنم. من نه تنها مدافع پرستش مریم مقدس نیستم بلکه با حذف او به عنوان یک الهه که نیست در آین پروتستان نیز مخالفم. زیرا آنها با این کار او را به عنوان الگویی برای زنان حذف کردند. مریم مقدس الهه نیست اما زنی با ایمان بود. او مجسمه ای برای روشن کردن شمهای نظری نیست اما زنی بود که مسیر ما را روشن می کرد. او می توانست مسائل را از قبل پیش کند دختری که با خداوند هم بستر شد و عیسی را به دنیا آورد گفتم عیسی نکته جالبی است اما طور که لابلای صفحات کتاب ارزش یک زن جستجو می کردم متوجه شدم که هیچ جایی به عیسی پسر مریم اشاره نشده است چگونه مریم بدون عیسی می تواند اعتباری داشته باشد پس اینجا دعوت واقعی چیست این مسئله درباره مریم آتنا یا افرادیت نیست بلکه درباره روح بینامی است که خودمان آن را ساخته ایم. نویسندگان الوهیت زنانه از خدا و الهه مذهب و مردان حرف میزنند اما به ندرت از ناجی زیبا پسر خدا عیسی مسیح سخنی به میان میآورند آنها درباره ملکه ها و زنان افسونگر سخن گفتند اما درباره پسری که از مردگان برخواست نه چرا مادران باید از وحی و الهام یک پسر دوری می کردن؟ کلمات آنها پیرامون عیسی مسیح می چرخید. حتی از واجگان او اقتباس می کردن، اما اشاره به نام او نکردند. پس جای تعجب نیست. اگر من می توانم خود را تا سطح الوهیت بالا ببرم، دیگر نیازی به نجات دهنده ندارم. جایگاه یک الهه در قدرت نیست، بلکه تمنای او در پرستیده شدن است. ما نباید مردان، زنان یا مخلوقی را پرستش کنیم، بلکه تنها باید خداوند را بپرستیم. اگر کلیسا حقیقت و هدف اصلی را موزه کند، دیگر نیازی به خلق یک الهه زن برای افزودن ارزش زنان نیست. خدای آسمان و زمین خدای علاالین در برنامه نجات خود آشکارا به ارزش زن اشاره کرده است. خداوند پسر خود را بدون دخالت زوریت یک مرد آفرید. یوسف مسئول محافظت از مریم و پسر مقدس او شد. روح خدا در رحم دختر جوان باکره ابری دمیده شد. او خود را الهه نخواند حتی در آن تردید هم نکرد در حالی که قادر به انجام آن بود. ممکن است ما کلمات او را منکس کنیم و آنها را از آن خود سازیم. ای پدر آسمانی، بر اساس وعده های تو ما ایمان داریم آنچه را که گفته ای می توانی انجام دهی و انجام خواهی داد. مظلومان را از زمین بلند کن و از طریق زندگی ما پسر خود را آشکار نما. جستجوی ما برای هدفی الهی از طریق برتری ما بر مردان محقق نخواهد شد. مردان آزادی و قدرت حقیقی خود را از طریق تسلط بر زنان به دست نخواهند آورد. زنان نیست تا زمانی که اجازه می دهند تواناییشان توسط عقاید افراطی قصب شود موثر نخواهند بود. زنان و مردان متحد و پشتیبان هم هستند نه دشمن و بت یکدیگر. تمایل به پرستیده شدن آزمون نیست برای هر یک از ما چیزی که شیطان از آن طریق سقوط کرد. میل به قدرت بیمانی نیست. هر یک از ما یعنی زن و مرد مسئول میزانی از ایمان قدرت و تاثیر گذاری هستیم. انسان برای قدرت مطلق آفریده نشده است. چنین نقشی برای فرشتگان بیش از حد دشوار بود و مسیح نیز به عنوان پسر خدا مبادرت به به دست آوردن تساوی و برابری با خدا نکرد. در نامه پولس به فیلیپیان به ما دستور داده شده که مانند امتها به دنبال تثبیت قدرت نباشیم. فیلیپیان فصل دو آیات پنج الا یازده میفرماید همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت او که همزاد با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خار ساخت و تا به مرگ حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید پس خدا نیز او را به قایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نامها ها به دو بخشید. تا به نام عیسی هر زانوی خم شود در آسمان بر زمین و در زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر درخشان همچون ستارگان. دنیای ما به خادم نیاز دارد. نمی توانم تصور کنم که عیسی کسی که برای بلند کردن دیگران خم می شد مانند برخی از ما فردی پرتوقع باشد. متاسفانه می ترسم ما پادشاهانمان من را بعد جلوه داده باشیم. چرا پیشگامان صلح جهان نظیر ماه گاندی باید محقانه بگوید اگر او به مسیحیان تعلق نداشت من یک مسیحی می شدم. و من عیسی شما را دوست دارم اما مسیحیان را نه. آنها شباهتی به عیسی ندارند. آیا صدای گریه نامیدانه نیازمندی را شنیده ای تا به عنوان فردی شجاع و در جستجوی حقیقت برای کمک برخیزی؟ ما موظفیم همه جهان را دوست داشته باشیم تا از بیسمری و بیحاصلگی خود خارج شویم و با آسیب دیدگان کمک کنیم. اگر کلیسا برای تو اتاقی نساخت، محبت خداوند را بردار و راهها و بزرگ راههایی بساز. در خارج از دیوارهای مانقدر ما افراد دلشکسته و زخمی وجود دارند که از مشارکت شما استقبال کنند. جامعه خیش را دریاب به میان افراد بی خانمان برو در جمع مشاغل گوناگون مدارس و غیره قدم بگذار زندگی پربار تابناک و مقاومت ناپذیر بنا کن اکنون زمان آن است که بلند شوید تا مردم بتوانند شما را ببینند اکنون مشغول انجام چه کاری هستیم آیا مشغول انجام کارهای خارج از آنچه خداوند مقرر کرده هستیم؟ آیا می توانیم تفکراتمان را به منظور دوری جستن از فرمان برداری مطلق و الوهیت زنان متعادل سازیم؟ آیا می توانیم به مردان احترام بگذاریم؟ بیایید از همکاری شیرهای نر و ماده پیروی کنیم و با یکدیگر برخیزیم. نه به عنوان افرادی حقیر و مطیع و نه به عنوان الهه خشمگین. ارزش زنان قدرتمند وقتی می نویسم یا در توییتر و فیسبوک مطالبی را به اشتراک می گذارم یا وقتی از طریق جلسات و برنامه های تلویزیونی با زنان ارتباط برقرار می کنم از هر فرصتی برای اعلام ارزش زنان استفاده می کنم. عمدن به آنها یادآور می شوم که به عقیده و مشارکت آنها در کلیسا و خارج از کلیسا و در سطوح منطقی و جهانی نیاز است. دعای من این است که نه تنها این مسئله را باور کنند بلکه با آن زندگی نمایند پس از سخنرانی همواره این سال را میشنوم ممکن است این را برای مردان هم بگویید پیشنهادشان را به صورت زمزمه ای مطرح می کنند گویی خطرناک است اگر کسی متوجه شود آنها مبادرت به بیان چنین پیشنهادی کردند فکر می کردم فقط تشویق کردن زنان کافی است ارزشی باور نکردنی در مصاحبت صمیمی با زنان وجود دارد اما همانطور که سفر دختران خدا ادامه مییابد در مییابیم که این نوع تشویق به تنهایی برای زنان کافی نیست زیرا وقتی فقط یک طرف سکه سالم باشد ارزشی چندانی ندارد در طول چند سال گذشته دنیایم بزرگتر شده است و صدایم در مراسم صبح های یک شنبه در کلیسای جهان با استقبال روبرو شده است. این مسئله شامل دوره های مردان نیز می شود. وقتی در جلسات مختلف صدایم را بالا می برم، به مردان اجازه می دهم متوجه شوند که زنان تا چه حد شگفتانگیز هستند. به ندرت دیدم که مردان با این مسئله مقابله کنند. عمدن با آنها نشان می دهم که مردان نیز فوقلاده هستند. طی چند سال گذشته عشقهای مردان زیادی را دیدم. زن و شوهرهایی را دیدم که یکدیگر را در آغوش گرفتند و به کشمکش های خود پایان دادند. از دیدن این صحنه که آنها به خاطر مبارزه احمقانه قدرت از یکدیگر طلب بخشش می کنن، لذت می برم. خواهر ماده شیر من. مردان مشکل ما نیستند. این مشکلی عمیق تر است. شیطان دشمن ماست و همان کسی است که هر دو جنس را از مقام و جایگاه اصلی خودشان فریب می دهد. اگرچه مردان مشکل اصلی نیستند، اما آنها می توانند و باید بخشی از پاسخ باشند. وقتی مردان قدرت و عزت را به زنان باز برمیگردانند و در کنار آنها حرکت می کنند، چیزی پویا رخ می دهد. گاهی وقتها قرار گرفتن شما در جایگاهی که شنیده شوید بیش از نیمی از نبرد است. مردان در دنیای شما باید قادر به شنیدن صدایتان باشند. همچنین آنها باید صدای افرادی را که مردان و زنان را به برخواستن با یکدیگر تشویق می کنند گوش دهند. اگر این تغییر رخ دهد همه ما باید یک چیز یکسان بگوییم. بیایید نظرات خداوند را منعکس کنیم. برای این کار می خواهم نگاهی عمیق به اول قرنتیان باب یازده بیاندازم. در ابتدا آن را به بخش های مجزا تقسیم می کنم سپس یک دیدگاه کلی از آن ارائه می دهم. اول قرنتیان باب یازده آیه ده می در هر صورت بیش از اندازه به تفاوتی که اینجا میان زن و مرد وجود دارد نپردازید. از نگاه پولس آنچه جایگاه هر کسی را تعریف می کند مسئولیت او و به انجام رساندن آن است نه غرق شدن در تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد بله تفاوت وجود دارد اما به معنی جدا کردن ما از یکدیگر نیست این تفاوتها برای آن است که ما با یکدیگر متحد شویم اول قرنتیان باب 11 آیه 11 می فرماید با وجود این در خداوند نه زن از مرد بی نیاز است نه مرد از زن با این جمله او وابستگی زن و مرد را بیان می کند اگر وابستگی آنها متقابل است پس هیچ گونه تقدمی بر یکدیگر ندارند اول قرنتیان باب 11 آیه 12 می فرماید همان گونه که زن از مرد پدید آمد مرد نیز به واسطه زن پدید می آید این مطلب هم درست است که نخستین زن یعنی حوا از نخستین مرد یعنی آدم به وجود آمد. پولس با استفاده از کلمه نیز تعادلی میان دو جمله برقرار می کند. همه مردان از زنان به وجود آمدن. ادامه آیه دوازده می فرماید اما پدید آورنده همه چیز خداوند است. اکنون که همه چیز کاملا در تعادل است، پولس بحث در مورد جنسیت را به دیدگاهی الهی معطوف می سازد. همه چیز از خدا به وجود می آید. بنابراین بحث در مورد برتری را تمام کنید. این مسئله باید کاملا نهادینه شود. تنها خدا آغاز است. تنها او مقدس، عادل، خدای محبت، راه و راستی، حیات و آغاز و پایان است. هرگز تصور نکنید که خداوند از طریق قانونگذاری ما به حکومت رسیده است. او هرگز تحت تاثیر قوانین و بایدها و نبایدهای ما قرار نمی گیرد. خداوند عملگر است و زمانی که میبیند مردم به درستی و بر اساس قوانین الهی با هم در ارتباط هستند به انسان برکت می دهد. مزمور فصل 133 آیات 1 و 3 می اینک چه نیکو و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم بر سر برند. زیرا آنجا خداوند برکت خود را ام فرموده است. حیات را تا عبدالاباد. در طول تاریخ کلیسا بر سر این مسئله تجزیه شده است. به همین دلیل من تمایلی به حفظ این میراست ندارم. اما آنچه که من احساس و فکر می کنم در مقایسه با فرمان خدا مبنا بر اینکه این مسئله چگونه خواهد بود بسیار ناچیز است. همه چیز تغییر خواهد کرد. اعمال رسولان فصل دو آیات هفته الان نوزده می فرماید. خدا میفرماید در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. جوانانتان رویاها خواهند دید و پیرانتان خوابها و نیز در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزانم از روح خود فرود خواهم ریخت و آنان نبوت خواهند کرد بالا در آسمان عجایب و پایین بر زمین آیاتی از خون و آتش و بخار به ظهور خواهم آورد در روزهای آخر خداوند کلام خود را نشان خواهد داد این تصاویر خون آتش و دودهای مواج بسیار شبیه به قربانگاه باستانی ابرانیان است. مردم در آنجا جمع می شدن تا چیزهایی را که برای خداوند بلند مرتبه قابل قبول بود بیاورند. هدایای آنها توسط آتش به ملکوت برده می شد. در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به قوچ، گاو ماده و گاو نر برای قربانی کردن نشده است. در عوض می بینیم که صدای پسران و دختران پیران و جوانان و همه خادمان خداوند بلند مرتبه که نبوت می کنند بلند شده است. آتش ما در قربانگاه ها روشن نیست بلکه در درون ما روشن است و وقتی از روح القدس پر می شویم. در سالهای گذشته ممکن بود از اشاره مستقیم به مسائل مربوط به جنسیت حراس داشته باشم. اما در این نقطه از زندگی هم می خواهم جایی که لازم است لفافه ها را کنار بزنم. شوهرم از توانایی من نمی ترسد بلکه از آن استقبال می کند. پسرانم نیز به تصاویر زنان ضعیف و سرکوب شده علاقه ای ندارند. اما آیا این درست است که من بیش از اندازه حمایت شوم در حالی که دیگران از حمایتی برخوردار نیستند؟ دنیای ما به زنانی نیاز دارد که صدای خود را هر جایی که ستمی روا شده بلند می کنند. این بدان معناست که باید همگی به راحتی در کنار یکدیگر باشیم. اکنون زمان آن است که مسائل جنسیتی را کنار گذاشته و از افراد دوری کنیم که باعث ناکارآمدی من می شود و زمان آن است که از خواب برخیزیم و آن گونه که خداوند می خواهد باشیم. یعنی قوی در خداوند دارایی ارزشمندی برای مردان و صدای رستگاری مظلومان و ستمدیدگان در جهان.